منم میخوام یه صحبت کوتاه داشته باشم. من اون روز به عنوان زنی که ناامید شده توی زمین پا گذاشتم. هر زنی که بهش خیانت بشه همونطور که من رفتار کردم رفتار میکرد، فقط چون این اتفاق جلوی چشم همه افتاد باعث شد آتش به جرمی متهم بشه که اصلا مرتکب نشده. من به خاطر این سوء تفاهم واقعا متاسفم. این چمدونا برای چیه ها؟ این کارا چیه داری میکنی؟ دارم خونه رو ترک میکنم. خونه رو ترک میکنی؟ یعنی چی که داری خونه رو ترک میکنی؟ این موضوع خیلی دیگه داره کش پیدا میکنه. بس دیگه، مسخره بازی در نیار. تو میفهمی چی به سر من آوردی ها؟ ها؟ حالا که اینقدر قضیه رو کش دادم، حالا که اینقدر موضوع مسخره ایه، پس منم با یکی دیگه برم توی رابطه ها؟ نظرت چیه؟ ها؟ نظرت چیه؟ منو نگاه، حواست به حرفایی که از زن در میاد باشه، منو دیوونه نکن. حتی فکر کردم بهشم تو رو دیوونه میکنه، نه؟ ولی تو این کارو باهم کردی. تو صاف صاف تو چشمای من زل زدی و بهم دروغ گفتی، بهم خیانت کردی. آی خدای من، بازم همون حرفا رو داره میزنه. آره همون حرفا. از این به بعد من و تو حرف دیگه ای با هم نداریم. بگو من چه کاری میتونم برات بکنم؟ چی میخوای ازم؟ بگو تو انجام بدم. امروز جلوی کل مردم کشور ازت عذرخواهی کردم. اشتباهمو قبول کردم. دیگه ازم چی میخوای؟ جونمو؟ منم به لطف تو جلوی کل مردم ترکیه فهمیدم بهم خیانت شده. نمیتونم زمانو به عقب برگردونم. میدونم. به خاطر همین تا تموم شدن تعطیلات برگرد برای خودت یه خونه پیدا کن. فهمیدی؟ تو میخوای تو اون باغ چیکار کنی؟ مگه تو اون باغ چی هست آخه؟ اینو جدی دارم میپرسم. میشه توضیح بدی؟ خیلی کنجکاوم. اونجا میخوای چیکار کنی؟ میرم مواظب باغ و خواهر برادری باشم که بابام بهم سپرده. هر چیزی که همه این سالا به خاطر تو ازشون غافل شده بودم میخوام برم جبران بکنم. فهمیدی؟ آه عزیز دل من. دنیز چی داری میگی؟ تو رو خدا منو نخندون. تو از باغ و زمین چی میفهمی آخه ها؟ یاد میگیرم آتش. تازه از قبلم بلد بودم. ول کن تو رو خدا این حرفا رو. تو فکر کردی این کارا راحته؟ آره؟ با این ناخونا میخوای تو باغ کار کنی؟ آره؟ اون دیگه به خودم مربوطه، به تو ربطی نداره. آره بس به تو مربوطه، به من مربوط نیست. باشه بابا زود باش برو، هر کاری دوست داری بکن. برو برو دیگه، هر چی باشه دوباره برمیگردی، چون به اینجا تعلق داری، به من تعلق داری. تو مثل دیوونه ها منو دوست داری، بدون من نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی. این خشم و عصبانیتت هم به خاطر همینه. اینطوریه؟ دقیقاً همینطوره. پس برات یه خبر بد دارم آتش آقا. تو هیچ وقت نتونستی بدون من بمونی. وقتی که یه دنیز نباشه که به زندگیت، به آسایشت، به همه جزئیات زندگی فکر کنه، هیچ غلطی نمیتونی بکنی.